حجم عمل. ما نمیتونیم بگیم ما نظریه یا همه یا هیچ، یعنی یا حکومت 100% اسلامی یا حکومت اصلا اسلامی غیر اسلامی. این که حرف غلطی است واقعا. یا طرف نظریه یا همه یا هیچ نظریه نه مشروعی است و نه معقول. یا بگیم آقا حکومت باید 100% اسلامی باشه، هر شاید حکومت معصوم باشه، یا باید حکومت طاغوت باشه هیچ قانونش اجرا نشه. نه، وقتی که حکومت معصوم نیست، باید بهتر از حکومت طاغوت حکومت عادل غیر معصومه. تشکیل حکومت از شرایط وظیفه است. امام هم بر همین اساس قیام کرد. امام که نگفت ما میخوایم تمام 100% احکام اسلام میتونیم اجرا کنیم، گفت ما اگه 60%شون میتونیم اجرا کنیم، باید همون 60% رو قیام کنیم و انجام بدیم. نگیم هیچیش یا هیچیش یا همش، یا امام زمان سلام الله علیه بیاد یا ما هیچ کار نکنیم. نه، ما تا جایی که میتونیم باید کار خودمون رو بکنیم. در این حال ادعا نمیتونیم بکنیم ما مدل کامل حکومت دینی و جامعه دینی داریم، ولیکن این همینطور مراتب داره و باید رفت بالا. یه نکته دیگه اینه که تدریجیه دیگه. بله حتما همینطوره. مفهوم حکومت دینی مفهوما مطلقه، یعنی روشنه، هزار تا قرائت من در آوردی نداره. قرائت یه قرائت داره حکومت دینی، اون هم همین که تو عهدنامه مالک اشتر و امثال اینه، قرائت دیگه نداره اصلا. اگه هست اونها نظر اسلام و تشیع نیست، نظر تشیع نیست. اما تشکیلش و اجرا و تحقق عینیش چرا؟ مراتب داره، تدریجی است، یک بار برای همیشه نیست، سیر تکاملی میتونه داشته باشه. به جای چیزی ممکنه 5 سال پیش غیر اسلامی باشه الان اسلامی، مجبور بشه تمامشون مراتب پایین‌ترشه یا به عکس. اینا البته کار اجتهادی است و نباید تبدیل بشه به توجیه مفاسد موجود در جامعه، چون در برابر گاهی ظلم‌های و فسادهایی که هست تو جامعه یا تو حکومت سه جور میشه عکس العمل نشون داد. بعضیا میگن آقا اصلا نیست، اصلا هیچ جا ظلم و فساد اونا نیست. خب اونا سر خودشون دارن شیره میمالن دیگه، مردم که شعور دارن میبینن که هست. حضرت امیر تو عهدنامه مالک اشتر به مالک میگن که مالک الناس ينظرون من امورک، مالک مردم دارن نگات میکنن، تو داری حکومت میکنی مردم نگات میکنن، تو تحت نظارت مردمی. فی مثل ما کنت تنظر فیه من امور الولات قبل کنون، تو که تو قبلی ها رو نگاه میکردی و تحت نظر داشتی. بعد میگن و مردم یقولون فیک ما کنت تقول فیهم، همون حرفایی که تو راجع به قبلی ها میزدی، مالک مواظب باش مردم راجع به تو خواهند زد در حکومت. خب پس مردم که میبینن گاهی خلاف عدالت و خلاف احکام اسلام توی اداره های حکومتی، وزارت خونه ها، دولت، این و همه جا هست، البته کمه و باید کمتر بشه ولی هست. راه حل دوم راه حل دشمنانه که میگن آقا این فسادها و ظلمایی که میبینی تو حکومت گاهی هست، میدونید علتش چیه؟ علتش دیگه حکومت دینیه. راه حلش هم اینه که حکومت غیر دینی باشه. اما حرف علوی که نه دروغ بگیم به خودمون و نه ریشه یه حکومت دینی رو بزنیم مثل بعضیا، اینه که بگیم آقا خلاف دین، خلاف عدالت هست تو جامعه ما و تو حکومت هم هست. و بعضی ها رشوه میگیرن، اختلاس میکنن، باندبازی میکنن، رانتخاری میکنن، هست این عالم. هر شود که منتها هر جا که هر شود که خرابکاری هست، جایی که به دین عمل نمیشه، نه اینکه چون به دین عمل شده اینجوری شده، چون به دین عمل نشده اینجوری شده. ولذا راه حلش هم دینی تر کردن حکومت. آخرین نکته ای که در این باب میخوام عرض بکنم، اینجا پس روشن شد که تحقق خارجی جامعه و حکومت دینی به اصطلاح حکما میگن مقوله به تشکیکه. این مراتب داره و تدریجی است. البته یک حداقلی داریم، یه نصابی داریم که پایین تر از اون دیگه نمیشه گفت حکومت و جامعه دینیه. میشه گفت دینی نماست، اما دینی نمیشه بهش گفت. هست یک طرف اسلام، یک طرف هم اجرا کننده ها و مسئولین هستن. اون آخرین نکته که از کجا میخوام اشاره بکنم اینه که ما معذالک اکیدن پیشنهاد میکنیم برای اجتناب از رلاتیویسم و نسبی گرایی، باید یک خط مرز مشخصی بین جامعه و حکومت دینی با جامعه و حکومت غیر دینی بالاخره مشخص بشه و نتونن مسئولین توی دولت، توی وزارت خونه ها، مجلس، تا قوه قضاییه هر کاری که کردن بگن خب این هم یک مرتبه از دینی بودنه. نه، ما باید حد نشابه بگیم واقعی مرتبه از دینی بودن نیست، خلافه مرتبه است. مرزها باید مشخص، اونی که سرشت خود اسلامه مرز ما و غیر ما باید باشد و از حد اقل اسلامیت تا حد اکثر اسلامیت ممکن توی دوران البته راه زیادی است که باید طی بشه. ظرفیت آدم‌ها دخالت داره تو قضیه بخیر. منتها سوال اینه که چرا؟ ببینید ما میپذیریم مسئله آزمون و خطا رو. تشکیل حکومت اسلامی هم بله واقعا یک پروژه سعی و خطا داره. اینو میپذیریم. اما اینو نمیتونیم بپذیریم که بعد از 20 سال هنوز مطمئن نباشیم که بعضی از مسئولیت‌های کلیدی تو این جامعه دست کسانی است که اصلا معلوم نیست اینا آموزش دینی دیدن یا ندیدن.
اصلا اینا یه بار تو عمرشون نهج البلاغه خوندن یا نخوندن، اینا چکاپ شدن یا نشدن، تفکر دینی دارن ندارن، عمل دینی دیگه مهمه. چرا بعد از 20 سال رهبری نظام مجبور میشه بیانشون صریحا بفرمایند که به مسئولین حکومتی بگن آقا قوم خیشبازی نکنید، راند خالی نکنید، آمار دروغ از کاراتون به من اینا فرمایش داده بود که ایشون با استناد به حضرت امیر فروسریان فرمودن، در جمع کارگزاران فرمودن، بله. هم تو نماز جمعه تمام مسئولین حکومت خدمت ایشون بودن، ایشون فرمودن این مسئله رو دیروز هم تو نماز جمعه فرمودن. ایشون بعد از 20 سال باید باز بگن که آقا قوم خیشبازی نکنید، راند خالی نکنید، آمار دروغ ندید از کاراتون، منت سر مردم نگذارید، به خاطر کاراتون تکبر نداشته باشید، آمرانه با مردم برخورد نکنید. هر شبت که فرمودن که بین شما زندگی های اشرافی نداشته باشید، مثل سرمایدارا بعضیتون زندگی نکنید، مردم از شما یاد میگیرن. مردم آقا از این الناس علی دین ملوکی این واقعیت جامعه شناختی است. این مسئله اشرافیت و تجمل گرایی و اینا از داخل حکومت سر ریز کرد تو جامعه. تا وقتی که امثال رجایی و ابو ترابی و چمران و اینا در حکومت باشن، مردم لااقل متدینین به طبقه متوسط حواسشون جمعه. میگه خب رئیس جمهور اونم دستفروشه، تو خیابونه دستفروشی کرده، خونهش هم میدونیم، زندگیش هم میدونیم. ولی وقتی دیگه مردم اعتماد از دست بدن که آقا وزیر چجوری رو زندگی میکنه، مدیر کل چجوریه، استاندار چجوریه، وکیل چجوریه، قاضی دادگستری چطور داره زندگی، رئیس دادگستری شهر کجا داره زندگی میکنه. ببینید این تردید، من یک باری عرض کردم که شک کردن در انقلاب از خود انقلابیون شروع میشه. تا خود انقلابیون شک نکنن تو انقلاب، بقیه جرأت نمیکنن شک کنن. و انقلابی که با یقین شروع شده با شک نمیتونه ادامه پیدا کنه. این مسئله مثلا این عین سری فرمایشات حضرت امیره، فرهنگ سازی با برای مردم با سخنرانی نمیشه، عمل مسئولین فرهنگ میسازه برای مردم، نه حرفاشون. حضرت امیر فرمودن دو گروه دو صنف در جامعه هستن، اگر اینها صالح باشن امیدی به اصلاحات و اصلاح جامعه هست، اگر اینها خودشون عیب داشته باشن امیدی نیست. بعد فرمودن کیان اینا؟ فرمود صنفان من امتی. این دو گروه فرمودن کیان اینا؟ فرمودن الحکام، حاکمان، و العلماء، یعنی نخبگان و روشنفکران و آگاهان جامعه، چه علمای دین چه علمای غیر دین. فرمود این دو تا باید، این دو قشر باید سالم باشن، امیدی به هر شبت که اصلاح جامعه هستش. یک نکته دیگه اجازه بدید من اینو ختم بکنم عرضمو، و اون که این اصلاح به این معنا آقا اختیاری هم نیست. من عرض می‌کنم مسئولین حکومت این بانک با کسی نیستیم که عرض بکنیم، مسئول حکومت خودشون باید بفهمن اینو که ملت ما و خانواده 300 هزار شهید حق دارن از اینها مطالبه کنن، از دولت، از مجلس، از قوه قضاییه مطالبه کنن که آقا بر اساس نهج البلاغه عمل کنید. برای که بچه‌ها توی منطقه که می‌جنگیدن با شعار علی و آل علی جنگیدن و شهید شدن و اینا به عشق این اینا رفتن. من در عملیات بدر بچه‌ها 30 ساعت پارو زدن تو هورالهویزه و وقتی خط رو گرفتن 40 کیلومتر تو عمق باطلاقا اون طرف کنار دجله، اینها حدود 27 ساعت، حدود ببخشید 72 ساعت زیر بمباران گاز خردل بودن بچه‌ها و مقاومت کردن، همش به عشق علی و تشکیل حکومت علوی بوده. عملیات بعد که بچه‌های عده شهدا و مجروحین اونجا موندن، بقیه برگشتن عقب، دوباره اومدن بعد از 72 ساعت، گفتن آقا اگه نیرو میتونید بلند شید ازتون دوباره بلند شید، باید بریم به محور اونجا الان نیرو کافی لازمه بریم. باز به نام امیرالمومنین و به نام اهل بیت امیرالمومنین بچه‌ها بلند شدن اومدن. این بچه‌هایی که شیمیایی شدن الان 16 سال آقا نمیتونن یه نفس بکشن درست، 16 سال یه تنفس نمیتونن بکنن درست. اینا وصیت نامه بچه‌هایی که 96 درصد وصیت نامه‌شون آمار دادن توش کلمه ولایت فقیه اومده، 96 درصد شهدا کلمه ولایت فقیه رو اصلا آوردن، شما به خاطر حکومت دینی و اجرای احکام چه شهید شدید. تو عملیات کربلا چا من اینا رو بذارید باید بگم اینا رو که روشن بشه، به خاطر این روایات 300 هزار خون ریخت. در عملیات کربلا 4 بچهای غواص که وارد آب می‌شدن، یک ستون غواص، من یاد خودم کنار آب بودم، این بچه‌ها رفتن به سجده، بعد بلند شدن وارد آب که می‌شدن، یه اخوی ما خودش جز اینا بود، بچه‌ها این ستونی که دارم میگم هیچ کدوم اون شب برنگشتن و همه مفقود شدن. من به اخوی گفتم بس خیلی از بچه‌ها بهش گفتم فلانی اینجایی که دارید محور چجوری عمل، این عبارتش محکم گفت فلانی منو ما رو می‌زنن، ولی انشالله بچه های موج دوم که پشت سر ما میان انشالله جزیره رو میگیرن. و همین راحتی بعد این بچه های ستون غواص وارد آب میشدن، این بسیجی ها دم گرفتن همشون با هم لبیک اللهم لبیک مثل حجاج